برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز معارف اسلامی وابسته به مدرسه تعلیمات اسلامی حسینی IEC با همکاری سازمان جهانی بقی مراسمی را با هدف بزرگداشت بقی در ایالت شیکاگو در آمریکا برگزار کردند. این برنامه به مناسبت 100 سالگرد تخریب حرم ائمه اطهار علیهم السلام در قبرستان بقی در مقر مدرسه تعلیمات اسلامی حسینی IEC برگزار گردید و تعدادی از شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به خصوص جوانان در آن حضور یافتند. این فعالیت که به صورت یک نمایشگاه هنری بود شاهد آن بود که جوانان و حتی دانش آموزان تولیدات هنری خود در مورد بقی را در این نمایشگاه به نمایش بگذارند و در آن جنایت ظالمانه تخریب بقی که توسط پیروان سقیف انجام شد را محکوم کردند. دارالایتام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تحت اشراف مؤسسه امام هادی علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر کابل در حمایت از خانواده های ایتام و نیازمند این شهر و در راستای مبارزه با فقر کمک های ماهیانه خود را توضیح کرد. در این دوره از کمک ها در تاریخ 29 اسفند 1401 برای بیش از 55 بانوی مشغول به کار در کارگاه پشم ریسی مجتمع حضرت زهرا سلام الله علیها مواد غذایی توضیح کرد. میلیون ها مسلمان در انتظار ماه مبارک رمضان هستند تا برای کمک به افراد کم بضاعت کمک بیشتری به خیریه ها بپردازند. چند روز مانده به فرا رسیدن ماه روزه‌داری، بانک غذای فیلادلفیا فیلاباندنس در ابتکاری جدید قصد دارد روزانه به بیش از 200 نفر در طول 30 روز روزه‌داری غذای رایگان هدیه کند. این ابتکار در طول ماه رمضان اجرا می شود و شامل وعده های غذای مختلفی برای کمک به افراد کم بضاعت بدون توجه به اعتقاداتشان است. به مناسبت نزدیک شدن ماه مبارک رمضان 1444 حجت الاسلام و المسلمین شیخ جلال معاش از نمایندگان بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در جمع ده ها تن از طلاب علوم دینی کشور سوریه به ایراد سخنرانی پرداخت. این گرد همایی در منطقه سید زینب سلام الله علیها و با حضور جمعی از شخصیت های دینی و فرهنگی و ده ها تن از طلاب علوم دینی برگزار شد و طی آن نماینده مرجعیت به بیان مطالبی در رابطه با کسب آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان پرداخت. در پایان این سخنرانی نشستی با حضور نماینده آیت الله العظما شیرازی دامظله برگزار شد. این نشست به بررسی برخی درخواست‌ها برای جبران خسارت ناشی از زلزله در تعدادی از شهرهای سوریه و ترکیه اختصاص داشت.